ورژن 4 مربوط میشه به دستگاه های ذخیره سازی، سرورها و سولوشن های بکاپ و شبکه سن شرکت دل ای ام سی. یعنی توی این کتاب ما منطق ها و پیش نیاز های تمام دوره های مربوط به سرور، استوریج، بکاپ و سولوشن های دیزاستر سایت و ذخیره سازی شرکت ای ام سی رو یاد میگیریم. در اصل نوعی نتورک پلاس شبکه سن رو داریم یاد میگیریم، بیس شبکه سن رو یاد میگیریم، بیس دیزاستر سایت ها، استوریج ها و سولوشن های بکاپ رو توی این دوره با هم یاد میگیریم. نمونه مدرک EMC-ISA هستش، سرتیفیکیت EMC-ISA هستش. البته این سرتیفیکیت ورژن 3 هستش و الان دیگه جدیدن چند ماهی هستش که ورژن 4 دیگه آزمون برگزار میشه. اگه بخواید ولیدیت بودن مدرک رو چک کنید، این پایین خود مدرک یه لینکی رو برای شما گذاشته، روی این لینک کلیک میکنید و این وریفیکیشن کد رو کپی میکنید، داخل لینک پیست میکنید. من روی لینک کلیک میکنم و خب سرتیفیکیشن سایت دل ای ام سی باز میشه، وریفیکیشن کد خودم رو میزنم و اینجا هم ثابت میکنم که من ربات نیستم و سابمیت رو میزنم. به این ترتیب میتونید ولیدیت بودن مدرک رو چک بکنید. این مدرک سال 2018 اخذ شده، اکتیو هستش الان، وضعیتش فعاله و خب هنوز اعتبار داره. اوکی، ما به سراغ کتاب بریم و کتاب رو هم شروع بکنیم با هم مرور کردن. کتاب ISM اولش توضیحاتی در خصوص کلیات شبکه سن داده. البته اینجا سرفصل های کتاب هستش که با هم راجبش با هم در مورد تک تک سرفصل ها من ویدیوی جداگونه درست میکنم. هر ویدیو مربوط به یک سرفصل هستش و در مورد هر کدوم از این سرفصل ها من ویدیوی جداگونه درست میکنم و توی پک ها ارائه میدم. امیدوارم که تا پایان ویدیوها همراه ما باشید و باز هم امیدوارم که این ویدیو به دردتون بخوره، بتونید ازش استفاده کنید و خب سطح علمیتون رو امیدوارم که ارتقا بده. خب اینجا یه مختصری در خصوص ISM ورژن 4 توضیح داده. دوره 40 ساعته هستش، طی 5 روز 5 تا 8 ساعت دوره برگزار میشه و به صورت بوتکم هستش. ما اینجا رو اومده راجب تکنولوژی دیجیتال صحبت کرده، گفته که تا سال 2025 پیش بینی میشه که بیش از 163 زتابایت دیتای ذخیره سازی روی محیط های کلود منتقل بشه و محیط های کلود همینجوری دارن به سمت بیگ دیتا و بزرگ شدن دیتا هاشون پیش میره. پس مبحث استوریج بسیار پر اهمیت میشه. اینجا راجع به دیتا های دیجیتال صحبت کرده، دیتا های دیجیتال رو به چند دسته تقسیم کرده: استراکچر، سمی استراکچر، کویزی استراکچر و آن استراکچر. که خب به ترتیب دیتا های دیجیتال اول استراکچر بیس بودن، بعد سمی استراکچر، بعد کویزی استراکچر و الان آن استراکچر هستن. به این مفهوم که وقتی میگیم استراکچر بیسن یعنی دیتابیسن، خب یعنی فرمت مشخص دارن، استراکچر مشخص دارن، یعنی دیتابیسن. وقتی میگیم سمی استراکچرن یعنی فایل های تکستی هستن که مشخصن، باز هم فرمت های مشخص دارن اما تکست بیسن، مثل HTML، مثل XML فایل ها. وقتی میگیم کویزی استراکچر یعنی اینکه فایل های تکستوالی هستن که با فرمت های مختلف استفاده میشن، با هر فرمتی میتونن باشن. و آن استراکچر یعنی هیچ استراکچری ندارن، میتونه PDF باشه، میتونه ایمیج باشه، میتونه ویدیو باشه. امروز دیجیتال دیتا ها دارن آن استراکچر استفاده میکنن. شما الان توی فیسبوک میتونید هر فایلی رو آپلود کنید، توی اینستاگرام، توی وان درایو، توی جاهای مختلف میتونید فایل های رو با فرمت های مختلف آپلود کنید، پس آن استراکچر هستید. و اگر بیایم جلوتر در خصوص این دورمون بخوایم صحبت کنیم، چند تا اصطلاح رو معرفی کرده. ماجنتیک استوریج دیوایس، هارد دیسک ها رو ماجنتیک استوریج دیوایس میدونه
و تیپ درایو ها رو، تیپ درایو و هارد دیسک رو، اپتیکال استوریج دیوایس، بلوری دی وی دی و سی دی رام رو میدونه و فلش بیس استوریج دیوایس، سالید استیت درایو یا اس اس دی ها، مموری کارت ها و یو اس بی رو میدونه. خب اینها رو هم جزو فلش استوریج بیس ها میدونه، فلش بیس استوریج دیوایس ها میدونه. اگه بیم پایین تر راجب دیتا سنتر صحبت کرده، دیتا سنتر ها راجب کلیات دیتا سنتر، این که محیطی برای نگهداری تجهیزات و خب بسیار مناسب تر از هوم یا محیط های دیگه میمونه. خصوصیات دیتا سنتر، اویلیبل بودن یا در دسترس بودن، سکیوریتی یا امنیت بالاش، کپسیتی یا گنجایش، فضای کافی داشتن، ظرفیت کافی داشتن، اسکیلبل بودن، پرفورمنس بالا و اینتگریت بودن، سازگاریش رو داره میگه که این خصوصیات یه دیتا سنتر منیجبل، یه دیتا سنتر امروزی هستش که راجع به هر کدوم از این خصوصیات توضیحاتی داده. ما ترانسفر دیتامون الان برای کاستومرهامون، برای کمپانی‌های مختلف، برای خونه‌ها، حتی برای تینگز اشیا هستش، نیاز داریم دیتا ترانسفر کنیم، پس نگهداری دیتا هم اهمیت بالایی پیدا میکنه و حجم دیتایی که قرار نگهداری بشه زیاد میشه. این توی چپتر اول، فصل اول، یه معرفی کلی در خصوص دیتا سنتر ها و دوره ISM داشت. ما از چپتر دوم کلود کامپیوتینگ رو شروع میکنیم. من این ویدیو رو اینجا میبندم و ویدیو بعدی کلود کامپیوتینگ رو آغاز خواهم کرد. امیدوارم که تا پایان ویدیو همراه ما باشید.